حس درد سبز عشقی با یه دریا پر از امید، حرمت نجابتت رو میشه تا خود خدا دید. با یه دریا پر از احساس، منم اون همیشه با تو، گرمیه قلبم و دستام پیش کشه تنهایی تو. من و تو جرأت مرگیم، توی لحظه های آخر میشه تا مرز تن عشق برسیم. مثل یه مادر من و تو، فرصت پرواز همه پرنده هاییم، واسه تا ابد رهایی ما دوباره آشناییم. این همه دیگه عروسی من، انشالله خوشبخشین و به پای هم هم پیرشین. البته واسه کادو و اینجور چیزا هم میخریم ها، فکر نکنی همین آواز و دلی دلی صفحه بود. من که تمام سکه واسه گرفتم. من که میخوام به دست گل خیلی قشنگ واسه بیارم، میدونی که خودم هم گلم، ولی گل به گلزار بردن فرق با زیره بکرم بردن نداره. عجبیه، شما دوتا یه حوچتون این دور مؤدب و آقا شدین. حالا میخوام جلوی عروس خانم گاف ندیم، سایه است دیگه. زن هرچیش بد باشه اینش خوبه، آدم رو به راه میاره. ای بابا، نه به باره نه به داره، اصلش اینه که دل دختره رو بردی. آقا خونه که داری؟ بله، با اقساط 15 ساله. ماشینم که داری؟ یه دونه درب و داغونشو. خب حل دیگه. ببین پس دیگه الان آماده ای که بری خواستگاری دیگه. آره، فقط زودتر راه بیافتیم بریم تا دیر نشده. حالا فقط هر کی دنگ خودشو. جدا. دن دن دن. اینم دنگ ما. باش ببینم. این دست تو چی کار میکنه؟ دست رضا بود واسم فرستاد. گذاشته بودم اتفاقا بهت بدم. یه 10 روزی میشه برام فرستاده. ولی میدونین وقتی این عکسو فرستاده معنیش اینه که دوست داشته آخرین خاطره های آجوری رو از خودش دور کنه. بریم. اینجا نگاه کنی، همینجا، 1 2 خوبه، پوزتون عوض کنی، اینجا من میرم نمایشگاه، هر کی مسیرش میخوره بشین. خیلی خوش گذشت، خسته نباشین.
تو رو خدا میبینیش همیشه ما رو وسط راه پیاده میکنه ها. ببین گوش نخون منو که بعد برسونی آجوریا گفته باشم. خیلی خوب خیلی خوب، ما که رفیق نیمیران نیستیم. شادمات شما رو میرسونم جلو خونه. جناب علی تو رو هم میرسونم آجوری. خوبه؟ ساعت 2 جای همیشگی. راستی یادت نره فعتان سیون سوق و بطخو بتمان کوافوغ اوتخو شسوغ اقواغ ابیانته. سلام. حالا شما فرانسه‌تون به این خوبیه؟ اینجا چی نوشتن؟ آفرین. حالا دیگه بهت 20 میدم. لهجه صحیح بدون غلط. ولی من به تو 20 نمیدم. بابا مگه برای پیغام نذاشته بودم به سر و وضعیت حسابی برس؟ باز که همون لباسای همیشگی تو پوشیدی. یقت چرا لکه؟ بابا من شانس ندارم. لباسو داده بودم خوشویی، پدرش فوت کرده. تعطیله. مگه تو ماشین لباسشویی نداری؟ مگه اتو نداری؟ خوب خودت همه چیو گرفتی؟ نه که مال من نیست، مال شماست. راست دلم نمیاد بهش دست بزنم. دوست دارم تا اومدنت همشون آکبند بمونه. نه خیلی باید حسابی نونوارت کنم. پشو پشو که وقت نداری. کجا؟ مگه قرار نبود بشینیم حرفامونو چک کنیم پیش پدرت گاف ندیم؟ تو که میدونی این سر و ظاهر برای بابای من بزرگترین گافه. پشو دیگه. چشه؟ خوبه همیشه منو اینجوری دیده. نه با اون چشمی که امروز میخواد ببینه. پشو. گافس. چطوره؟ خیلی خوبه. مبارکت باشه. بدبختی هر چی میپوشم به هم میاد. خب دیگه، گل دیگه به سلیقه خودت. این یه دونه رو قبولم دادی. خدافظ. وایسا. اینو ببر. خدافظ. سلام آقای اعتمادی. سلام معلم زبان فرانسه. سلام کومونت لیبو. آراسته تر از این گل، گل وجود شماست. ما تو اتاقش منتظر شماست. بفرمایید. ولی امروز برای درس دادن نیومدم. یعنی کار شما تموم شد؟ بله. بایکلا ماما به بابا گفتی که اینا مدل جدیده. تو نیم ساعت پیش به من گفتی این آقا قراره بیاد. من که دیگه فرصت داشتم با پدرت صحبت کنم. بیا بلنگ بلنگ شربت رو بردار ببر. من رفتم. هیچ امتحانی یه چیزی لازم نیست که ببینیم ماهور بلده درسش رو یاد گرفت یا نه؟ خیالتون جمع باشه. هر جا که خواستین و توسط هر کی که میگید امتحان بشن. بسیار خوب. سلام. سلام. مرسی. مرسی عزیزم. ممنون. به به دست شما درد نکن. حالا مازیار شیرینش کردی؟ میگم امید خان بد نبود اگر که یه معلم خوب ریاضی هم برای مازیار پیدا میکردین. یه معلم خانواده دار. خب میدونین که آدم هر کسی رو نمیتونه تو خونش را بده. یه آدمی که سر سفره پدر مادر بزرگ شده باشه، تربیت پدر رو دیده باشه، محبت مادر رو دیده باشه، کم پیدا میشه. درست مثل خود شما.
استاد. مزاحمتون شدم امروز. خواهش میکنم. میخواستم یه مطلبی عرض کنم خدمتتون. اینجا خجالت نداره. از قدیم گفتن تا عرق طرف خوش نشده اجرت شده کف دستش. خب بگو که چقدر بنویسم. اما بحث منظور من این نبود. ببین تو این مملکت اگه بخوای تعارف بکنی حقتو میخوره. صفر وایسا کارت که تموم شد حقتو بگیر. خب بگو چقدر بنویسم. خدا اصلا منظور من این نیست. تقریبا میشه 120 ساعت. البته من معذرت بخوام تأخیراتون هم حساب کردم. ضمن اینکه یه امتحانی هم باید از ماهور بشه. ببینیم میتونه فرانسوی صحبت کنه. به همین خاطر میخوام یه زنگ به مهندس یکتا بزنم که مطمئن بشیم. اونی که مطمئن باشید. بیشتر میخواستم مهندس ببینه که ماهور چقدر بلد فرانسوی صحبت کنه. قسم توهین به شما نبود. ببخشید. من میخواستم با اجازه شما از ماهور خواستگاری کنم. ای تو فرد امتحان نداری؟ پشو به درست بخون. ماهور جان مازیه رو ببرش تو اتاق باش کار کن. فرد امتحان ریاضی داره. امید تفلک تو بد تله افتاده. بخیر دیگه خواستگاریه دیگه. بعد دو طرف سنگاشونو وا بکنن و به تفاهم برسن و به منم نگران همین سنگم. میام الان خیلی نگرانی میخوای نگرانی در بیام بخونم برات. نه قربونت. من میخوام بخونم. نه مرسی. ولی ماهور قراره بره کانادا. برای همین هم است که تو این هیلویر داره فرانسه میخونه. اتفاقا اون ایالتی هم که میخواد بره زبون رسمیش فرانسه است. یک تام داره کارهای اقامتش انجام میده. ولی من فکر نمیکنم ایشون تمایلی به رفتن داشته باشن. اتفاقا خیلی هم تمایل داشتن. مگه حالا این وسط چیزایی اتفاق افتاده باشه که من خبر ندارم. از این حرفا بگذاریم. شما چرا تنهایی اومدی خواستگاری؟ خانوادتون تشریف ندارن؟ آقا امید، خارج تشریف دارن؟ حتما ارتباطتون قطعه. بله، ارتباطم باشون قطعه. پس رابطه قطعه. صبر کن بابا. کجا؟ بریم دنبالش دیگه. بابا سی چه انقدر اینجا وایسادیم؟ اگه ندیدی چجوری قاطی کرده بود. نمیدونستم. آخه نمیشد در رو روش باز نکنیم که. تا قبلش هر موقع این آقا میامد توی خونه میگفتیم استاد لطف کردین تشریف آوردین. دست شما درد نکنه، خسته نباشی. حالا امروز که اومده از همون جلو در بگیم بزن به چاک. درسته آخه؟ چرا حرف بی ربط میزنی؟ من میگم نمیخوام جلو پسر غافلگیر شم. حق با شماست. اما چرا داری به من میگی؟ دخترت قول و قرارشو باش گذاشته. کسی که با پدر مادر خودش قطع رابطه کنه معلومه چه ذاتی داره. بعدم دختر از مادر میسپرن دیگه. پدر هیچ وظیفه ای نداره دیگه. نه. پدر باید جون بکنه. چه کسی تو پس کنه. باش. پدر. شما درست. تو میدونستی این پسره میخواد بیاد خواستگاری؟ میدونستی؟ میگم میدونستی؟ مگه تو به مهندسی تو بله نگفتی؟ نه. تو به خود من گفتی قبوله. به خود من گفتی باشه. من به شما گفتم نه به مهندس یکتا. شما گفتی یکی این مهندس بخواد خارج زندگی کنه حاضری؟ منم گفتم آره.
ولی من دیگه نمیخوام برم. من با یکتا صحبت کردم، گفتم نظرتو مثبته. خب شما که باش در تماسین، بهش بگین دیگه مثبت نیست. دیگه مسخره بازیه، مردم رو حرف آدم حساب میکنن. الو. سلام، کجایی تو؟ چرا راستشو نگفتی؟ به خاطر اینکه هول شدم. مگه قرار نبود پدرت تو جریان باشه؟ مامانم پیداش نکرده بود، همون موقعی اومد که تو تازه رسیده بودی. همون قضیه خواستگاریه که گفتم، مردم و زنده شدم. دیگه اون یکی رو نتونستم بگم. امید، فردا برو پیشش، حقیقتو بهش بگو. خب ماهور، پام وایسادی؟ تو آخرش. آره، ای گفتم که. خیلی خوب، تو هم مواظب به خودت باش. خدافظ. تیبرمی چند تا چینیه، چند تا اسپانیاییه، همه رو یادداشت کن من ببریم. امروز آمارشو میخوام. بفرمایید. سلام، خواستم با آقای اعتمادی صحبت کنم. اول پسند کنیم. قبلا پسند کردم. ظاهرا با من کاری داری. بله، دو تا عرض داشتم. مبلغ این چک زیاده. شما 120 ساعت رو منظور کردید، در صورتی که من فقط 60 ساعت اونو به خاطر پول درس دادم. اگر میخواین دستمزد منو بدید، فقط همون 60 ساعتی رو پرداخت کنید که رابطه استاد و شاگردی بین ما بوده. از ساعتهای بعدی؟ یه رابطه پاک و عاطفی. نوجوان مردانه به اسم استاد اومدی خونه من؟ معنی نور نمک چی میشه؟ قضاوتتون اصلا درست نیست. اصلا اگه میخواین از خود ماهور بپرسین. عرض بعدی رو بگی. گشنگی بکشه عاشقی یادش میره. دیروز در مورد خانواده‌ام پرسیدید. بهتون گفتم که ارتباطم باهاشون قطع شده. دروغ نگفتم. البته این ارتباط از جانب اونا قطع شد. اونم وقتی که من فقط 6 ماهم بود. فقط 6 ماه؟ یعنی چی؟ نمیخوام به گذشته فکر کنم. عاشقانه تو فکر آیندمم. قدر نون و نمکم میدونم. دوست دارم برام پدری کنید. سلام علیک. اکبر آقای گل، چطوری مشتی؟ میخرم واسه، نگران نباش. تو یه خورده پول پدر رو جور کن، بقیه کار تمام. پول پدر جوره، سقانی هم هایی که جوره. خب پس تمامه دیگه، بیام خنده قشنگرا. پیام اگه تموم میشه. آخر آدم بشو نیستی. صد دفعه گفتم ماشین قولنامه شده بیرون نبر. به کی میگم؟ مگه به مخت میره؟ یه خورده اسفند بریز تو این طبیعه خرابه، بعد مستب بوش میپیچه. باز دیشب مهمون داشتی؟ بچه های آجوری بودن. حتما؟ آره به خودم. ببین محسن چونه بابا؟ کار دستم ندی ها.
اولیای دم نباشه 15 میلیون پوچه. نداشته باش. چیکارش کنم؟ چیکارش کنی؟ برو پای مراقب باش. وزیر جنگم اگه زنگ زد بهش بگو من رفتم صاف کاری. ببین به خدا زیادی شلوغش کردی ها. ببین یه آدم با شخصیت و با سواد اومده خواستگاری دخترت که اونم دوستش داره. ببین مری جون، آدمایی که تا 40 پشت میشناسی بهشون چی عذاب در میاد که این بخواد چی بشه؟ همین که یه پسر جوون بدون اینکه پدر مادری بالا سرش باشن تونسته لیسانسشو بگیره کم چیزیه؟ مامانی فوق لیسانس، خونه داره، ماشین داره، مؤدب و سربزیر هم که هست. خیلی سربزیره. میان تو خونه آدم ناموس آدمو میدوزن میشن سربزیر. بعدم ببینم از کی تا حالا 80 90 متر شده خونه؟ بابایی 97. میگم تو حساب کتابت خوب شده، ریاضیت خیلی خوب شده، معلم نمیخوای دیگه. بله. آمو میگم کفشمش نداری برات وایت بزنیم تعمیر کنی؟ نه قربونت. چرا دوری؟ اتفاقا پاشنهاش هم سویده است. میگم آم حالا که داری دومات میشی اینطوری زشته بابا کفشم. اتفاقا دیروز کفش خریدم، اونم با سلیقه عروس خانم. کلی هم کلی هم کلی عاشق منم. رنگ 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 خسته و در به در و شکست قایق منم. رنگ رنگ آقا میخواییم بیاییم براتون بزنیم بخونیم دلتون همچین شاد بشه؟ آقا شنیدیم همچین حالتون گرفت بست که ببینم سنگ انداختن جلو پاتون ها. تو از کجا فهمیدی؟ مرد ساتون که 27 ساله ما با هم رفیقیم ها. قربون آهه برا با تون. ببینم بالاخره حرف حسابش چیه؟ نمیدونم. بچه ها الان پسرهای خوب کدوم ها؟ خونه، ماشین، درآمد خوب؟ نه خواهری باشه نه برادری، نه پدر و مادری که سر پیری بخواد وبال عروس خانم بشه. غیر از اینه؟ پدر و مادر وجودشون نعمته، خصوصا سر سفره عقل. من که ماهی حوزم و حال حوصله اقیانوسم ندارم. آقا من که فقط نمیخوام زن بگیرم، من میخوام زیر سایه خانواده‌ای باشم که تا حالا نداشتم. میفهمی چی میگم؟ آره، ولی خیلی سخته، باید بجنگی. طاقت داری؟ اگه نداشتم شروع نمیکردم، تا آخرش هم وایسادم. من که اصلا حوصله جنگیدن رو ندارم. چرا داری قربونت؟ خوبش هم داری. مگه خودت نبودی به خاطر کنسرتت که عشقت 2 سال جنگیدی؟ ببین هر کی قیمتی داره امید جون، ولی قیمتش این دفعه به دلار نیست. فردا قراره به زنگ بزنم. با اجازتون. ببخشید من اینو ترجمه کردم ولی هنوز رو سایت نذاشتم. خواهش میکنم اگه میشه سریعتر وارد سایت کنی چون احتیاج داریم. چشم. ممنون علیفت. الان بفهمید. سلام های اعتمادی، امید هستم. بشنوم. میخواستم عرض کنم خدمتتون. نه من، بلکه همه آدم هایی که با من زندگی میکنن با این وسط مخالفن. آخه دلیلش چیه؟ شما حتی به من اجازه نمیدین از خودم دفاع کنم. دلیلش اینه که بنده به عنوان یه پدر صلاح نمیدونم شما با هم ازدواج کنین. آقای اعتمادی من کوتاه نمیام. پس خوب گوش کن ببین چی میگم. ببین من بچه جردن نیستم، غیرتم هم تو این دوله جا نداشتم. من حاضر نیستم دخترمو به کسی بدم که نمیدونه پدر مادرش کیه. سلام. ولی آقای اعتمادی. بیا آقای اعتمادی. ببین دور و بر بچه من نمیچرخی ها.
یادت باشه کی بهت گفتم تهش این گره فقط به دست عطا مگه باز میشه. چرا؟ چون کار تو و مریم رو جوش داده دیگه همه جا خرش میره. بس میگه قضیه شما فرق میکنه. تو هم اصلا مهره مار داره ها. هزاری هم مهره مار داشته باشه نمیتونه زبون بازاری جماعت و بازاری میتونه. حالا ببین هی داره باز حرف خودش رو میزنه. میبینیم حالا فردا من صفا میریم پیشش یه مدل بالاش هم میبرم دو کلام باهاش شمرده حرف بزنم تمومه. اون با من دیگه حله. اون با این آقا بسم الله گن نزد بوش. بسم الله. بفرمایید. من همه جوره در خدمتم. شما راضی بشین. همه چیز پای من. مهریه، شیربها، خونه، چه میدونم، ماشین، عروسی. بدون تعارف حرف بزنید. شما دوست میدونید ما مثل برادریم. ما تو آجوری بزرگ شدیم و تا آخرش هم کنار هم هستیم. آجوری؟ بله. محل زندگی ما از بچگی. خب گیرم که به تعداد سالهای ماهور سکه دادید. به روی چشم. من همه چی رو ردیف میکنم. مشکل این چیزا نیست. من آدم تازه به دوران رسیده اون رو کیسه نیستم که بخوام بچم رو طبق بذارم و با این چیزا عوضش کنم. اما اگه اون آدمی که من دلم میخواست میدونستم پدرش کیه بالاخره مادرش کیه خیلی فرق میکرد. آیه تمادی امید و ماهور قراره عاشقانه زیر یه سقف با هم زندگی کنن. اون سقف رو من تعیین میکنم. شما رفیقین قبول دوستین درست اما متاسفم رضایت نمیدم موافق نیستم. سب من دیگه باید برم. اینم اون کتاب طراحی که میخواستی گرفتمش. درد نکنه مرسی. حالا اجازه میدی من برم؟ ماهور حقوقمو قطع کنم من میمونم و قسط خونه و ماشین و تو که تنها نیستی. یه نمایشگاه نقاشی میذارم هر تابلویی که بفروشم یکی از قسطاتو میدم. اوهوک مثل که باورت شده خانم خانما کار هنری پول توش نیست فقط زجر کشیدنه. شما دیگه ماموریتتون تموم شد بفرمایید. از اینجا به بعد راهو بلدم. اینجوریه دیگه. باشه خدافظ. به مریمم یه سری میزنم. به سلام برسون. این بچگی های صفاست؟ بله خود صفا خانه. باور نمی کنی من به خاطر همین صفا یه خانواده خیلی پولدار اومدن که من میخواستم با خودشون ببرم. به خاطر همین صفا خان من نرفتم. دوتایی با هم دیگه همینجا بزرگ شدیم. اینو میبینی؟ این نه این امیده. آخی چه با نمک دیم. خیلی شیطونه نه؟ این هم آقای عطابکیه مثل پدرمون میمونه. قرار شده وقتی من درسم تموم شد همینجا استخدام بشم. جشن عروسیمون هم میخواییم همینجا برگزار کنیم. چقدر خوب. مبارک باشه. قربونت عزیزم. میدونی چه مریم من دیگه یواش یواش داره به حال شما حسودی میشه. تا چند وقت دیگه تو خودت شوهر آینده تو انتخاب میکنی خودت. خدایا شکرت بالاخره یکی هم پیدا شد که به ما حسودی کنه. ماهور خانوم خانوم خانوما داشتن پدر مادر بد اخلاقش غیر منطقیش بازم غنیمته. میدونی وقتی تو شناسنامه جای دوتا اسم خالیه یعنی چی؟ چه حسی داره؟ نمیدونی روز تولدت کیه؟ چه حسی داری؟ دوست داشتم هیچی تو این دنیا نداشتم ولی یه مامان بابا داشتم که سرم داد می‌زد. یه
یه مادر بزرگ که بغلش میکردم و دستش رو میبوسیدم، یه داداش که باش سر به سرش میذاشتم. راستی سم تو راحتت کردم؟ مهر ماه سال 58 تو کوچه پس کوچه های دربند وسط برگ های زرد، این نوزاد چند ماهه، پسری به اسم امید، جدا شده از ریشه فریاد میزد که من زنده‌ام. لای قنداقه بچه حلال زاده نامه‌ای به خط پدرش نوشته شده بود که مادرش سر زا رفته و پدرش از فرط ناراحتی به قصد انتحار با ماشین ته دره میره. آقای عطاوکی، اگه هرچی اون تو نوشته شده شما باید باور کنید. گیرم شما درست میگه آقای اعتمادی، ولی هر نوزادی با فطرت پاک الهی به دنیا میاد. گناه پدر مادر هم خداوند به حساب هیچ فرزندی نمی نویسه. شما آدم محترمی هستی، احترامتونم برای ما واجبه. هر امر دیگه اگر داشته باشین چشم، بفهمه کمک مالی کنم دریغ ندارم، اما با ازدواج این دو تا مخالفم. بچه‌های آجوری به محبت احتیاج دارن، خانواده برای اینا معنی خاصی میده. هر کسی که یک طرفه به قاضی بره راضی برمیگرده. آقای عطاوکی، من با این ازدواج مخالفم، متاسفم. تو اون دختره دست به یکی کردی؟ میگم ماهور کجاست؟ میگه تو اتاقشه. میگم ماهور کجاست؟ میگه جلو چشممه. آخه دروغ تا کی؟ حمید جان آروم باش، با سر و صدا و دعوا که کاری درست نمیشه. بشین با دخترت حرف بزن. تو مقصری، ده تو گذاشی کار به اینجا بکشه. سلام. کجا بودی؟ من همه چیزو باید براتون توضیح بدم، هر کاری میکنم، هر کجا میرم. ماهور، این چه طرز حرف زدنه؟ با پدرت درست صحبت کن. بی خود نمیگن بچه وقتی بزرگ میشه قاتل جون آدم میشه. کجا رو اشتباه کردم؟ ماهور شام نمیخوره. اعتصاب غذا کرده؟ مازیار کجاست؟ مازیار تو آشپزخونه است داره غذا میخوره. نقاشان دوره امپرسیونیستی ضمن تایید و شناخت دوران کلاسیک آثار خودشون رو خلق می‌کردن. این در ادبیات، شعر و سینمای ما هم تأثیر خودشو داشته. دوران کلاسیک پایه اصلی این موضوع. هنرمند نقاش حتی مجردترینشون. من سرم درد میکنه، میتونم برم بیرون؟ منم پام درد میکنه. موبایلم رو ازم گرفتن، تلفن خونم قطعه، زنگ زدم ادارت هنوز نرسیده بودی. من سر قول و قرارم هستم و تا آخرش. چند لحظه صبر کنی بابا، آقا امیده میخواد با شما رو در رو صحبت کنه. سلام آقای اعتمادی، دیگه در خونتون رو من باز نمی کنی؟
آقای اعتمادی، من فقط ماهور رو نمیخوام، من خانواده ماهور رو، شما رو، اون چیزایی که هیچ وقت نداشتم و همه رو با هم میخوام. حالا شما به من بگین نطفه منو چجوری بستن؟ چرا من؟ پیدا کردن ریشه یعنی همون چیزی که آدم رو به هم دیگه وصل میکنه. حالا تو به من جواب بده، نظر زندگی مثلا بپاشه. اون روزی که منو روی پله سنگی گذاشتن و رفتن، تو سینه من یه قرآن بود. حالا اون قرآن باشه جواب بین من و شما. تو نمیفهم، ولی نمیذارم بچه‌مو ازم جدا کنی. بچه ها همه چیزو به من گفتن، نباید بیزاشتی به اینجا برسه. الان هم دارم بهت میگم اگر عصبانی بشی همه چیو خراب میکنی. سعی کن پولای پسرتو خراب نکنی. شما که نباید ناامید بشی. پاشو پاشو برو. یا علی ببین آج آقا، من به این آقای اعتماد کردم، اونو تو خونم راه دادم، ایشون هم دختر من اخبار کرده. این آقا یه جوری داره حرف میزنه که خودم هم داره باورم میشه. حاج آقا، من از دختر ایشون فقط خواستگاری کردم، جرمه؟ من هم گفتم دخترمو نمیدم، جرمه؟ ولی شما خودتون به من یاد دادین، گفتین تو زندگی صف وایسا و حقتو بگیر. خب منم صف وایسادم. من هم میزونم قلم پاتو میشکنم. ببینین اینجا جای این حرفا نیست، ما دعوا و مرافع مشکلی حل نمیشه. ببخش میجا. بله همین چی کار داری میکنی؟ یک ساعت هرچی در اتاق ماهو رو میزنم باز نمیکنه. بی خود کرده. تو اگه آب تو گلدونش نریزی اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میگم چرا باورت نمیشه؟ بیا از ما زیار بپرس. حمید جان خواهش ازت میکنم، بیا رضایت بده، دست از سر این پسر بردار. باشه خیلی خوب، آروم باشید میام خونه. ببین حاج آقا، این آقا باید کتباً تعهد بدن که دیگه مزاحم دختر من نمیشه. در غیر این صورت میرم دست قانون. چی شد؟ آقا من سند آوردم. فعلا نیازی نیست. خب بالاخره چی شد؟ حل شد؟ آره. جا زد؟ جا زد اون داشت. کار ماهور بود نه؟ آقا شله. چقدر آروم. از اینجا همه چیز قشنگه. شبه همه دوره هم نشستن، هرمون صدقه هم میرن. خب ما هم دوره همین دیگه، ما هم دیگه رو داریم. ولی صبح که شد روز از نو، روزی از نو، همه شون وحشی میشن. خوب و بد داریم، صبر کردنی هم نداریم. امید جون چیه؟ حالت خوب نیست؟ دنیا که به آخر نرسیده که. یه اعتمادی به آقا جواب رد داده. بچه ها بی خیال، فقط باید رفت. کاش من جای رضا بودم. میرم هر طور که شده، اما با یه پول خودم. مگه من چی میخواستم ازتون؟ دوست داشتم یه پدر و مادری داشتم که وقتی پیر میشدن میذاشتم رو دوشم، دستشون رو میبوسیدم. چیز زیادی بود بچه ها. پس سهم من چی میشه؟ بابا منم آدمم، زنده، نفس میکشم.
میگم مسیح خان ایراد داره، یه راه ما بریم و بیایم. آیا خونه خاله هست؟ کجا؟ یعنی تو هاپولی و ما ملن دوست داری ها؟ دوست دارم، یعنی دوست دارم وضعم یکم بهتر شه. خب دوست داری چجوری بپری؟ آقای سی من الان 6 سال پیش شما، راستش دلم میخواد یه خود بیشتر بپرم. باز اون یکی برو بسر برو، میترسم سردید چه گوره نشده مریض شده. نگران نباشه، پول حلال تمام مشکلات. تو داری؟ گیر میارم. پولی که بابتش عرق نریخته باشی سنار نمیارزه. تازه هر مشکلی رو که با پول نمیشه حل کرد راه داره، چاره داره. وقتی تو دستگاه ماهور میزنی باید درست بزنی. من که حسابی ناامیدم. امید که ناامید نمیشه، هر دری یک کلیدی داره، باید بازش کرد. بگیر به محسن. میخوام یه چیزی رو بهت بگم ولی باید قول بدی که ناراحت ماهور یه ها خسته نشی. یه دفعه بگو جا بزنی دیگه. بیا به هم دیگه یا علی بگیم بشی بری اتابکی. امید چرا فکر میکنی جا میزنم؟ من امتحانم به تو پس دادم. اون روز که کارتون به کلانتری کشید من به خاطر تو تو روی بابام وایسادم. ولی معلومه ها خیلی دوستش داری. خب معلومه بابامه، مگه تو خودت نوبت بعدی کیه؟ شما بفرمایید. بفرمایید. اول زوجه. حاج آقا من 21 سالمه. یعنی 3 سالم از 18 سال که سن قانونیه بیشتره. من سال دیگه فارغ التحصیل میشم. الان من میتونم رانندگی کنم، میتونم برای خودم حساب باز کنم تو بانک، میتونم رأی بدم. من از 15 سالگی میتونم تو سرنوشت مملکتم دخالت کنم. اما حاج آقا 21 سالمه، تو سرنوشت خودم نمیتونم دخالت کنم. بله میتونی رأی بدی، چون اگه انتخابت درست نباشه فوقش 4 سال بعد میتونی رأی تو عوض کنی. ولی ازدواج که خانم 4 سال به 4 سال نیست، یه عمر زندگیه، یه بزرگتر یه بالا سر باید باشه. همون دیگه بالا سر، یکی بالاخره باید بالا سر آدم باشه. ولی خانم باید یه بزرگتر کنارتون باشه. در ضمن اگر پدر در قید حیات نباشه اجازه جد پدری لازمه. ولی اگه اون بزرگتر نیتش درست نباشه چی؟ یعنی بد دخترشو میخواد؟ نه اینکه بدشو بخواد، ولی متوجه نباشه کاری که میکنه به ضرر دخترشه. چرا نمیخواین باور کنین؟ این قانون شما جلوی خوشبختی خیلیای مثل منو گرفته. تو نرو دخترم، زودم قضاوت نکن. اگه پدر شما ادله قابل قبولی برای مخالفتش نداشته باشه، یعنی این آقا معتاد نباشه، کار مناسب داشته باشه، سوء سابقه نداشته باشه، از پدر سلب صلاحیت میشه و مدعی العموم خودش اجازه عقد رو صادر میکنه. ما بحث قانونیشو حل میکنیم، میمونه بخش عرفیش. البته تلاش ما اینه که با رضایت کامل پدر ازدواج صورت بگیره. متوجه این؟ آی سهامی تاریخ بعدی احضار پدرشون رو ابلاغ بفرمایید. چشم آقا. بفرمایید.
ماهور، فقط یه سوال دیگه مونده، میخوام تنها برم اگه اجازه بدی. باشه برو. حاج آقا یه سوال دیگه داشتم ازتون، البته برای یکی از دوستان میپرسم، اگه یه نفر مشخص نباشه که پدر مادرش کی هستن چجوری بگم؟ حلالزاده است یا نه؟ استغفار کنیم. اگه شک باشه اون موقع میشه به عنوان یه دلیل برای مخالفت پدر تلقی کرد یا نه؟ حتی به جای شک یقینم باشه اون فرد به جز یه سری مناسب دینی و مذهبی از تمام حقوقش میتونه استفاده بکنه. اینجور شک ها خودش جز گناهان کبیره است. بازم میگم استغفار کنین. بابا کیه؟ از طرف آقای سی اومدم. فرمایش. آقای سی که به ما زنگ نزده، به من گفت برو خودم زنگ میزنم. یه تو میگه از طرف آقای سی اومدم. دروغ میگه بابا. نه بابا، من با آقای سی دیدمش، آشناس. کیف رو بردم. ادش کن برا بابا. کیف رو ازش بگی. کیف رو بالین بابا. بیا. پولا کجاست؟ هل نشو، همینجاست. آقای سی به خدا بهم کلکتر داشتم میرم دنبالتون. ببر تیششم، از اول بهت گفتم بچه سر راهی خونبه ها نداره. ما سن آقای سی جاشون رو بلدم، بدیم تا دیگه نشده. خب که جاشون رو بلدی. آره آقای کلا را بیارف را بیارف را بیارف.
بازه. درست. آقاسی همینجا بودن. به خدا دروغ نمیگم. فکر نکردی اونا که بهت نارو زدن آدم های دست چندم من بودن؟ فکر نکردی با اونا که قرار گذاشتی حتما به من نگم؟ فکر نکردی که بین من و تو هیچ کس تو رو انتخاب نمی کنه؟ فکر تا اونجا قد می کشه که هر جوری شده یه ساکش بری و بدون من یه شبه پولدار بشی؟ نمیشه دولاغ جون، قد کشیدی اما مغزت به اندازه یه گنجش کار نمی کنه. خواهیسی به همه حرفات گوش میدم، قول میدم به خدا. دفتر جلد رو بوم غریبه نمیشینه بچه. استقام ببخش، ببخش استقام. اما تا یه زخمی بهت نزنم دلم آروم نمیگیره. عوضش راحت میشی از این کثافت خونه ای که قرار اوستاش من باشم. بچه های آجوری منو تنها نمیذارم. چند ساعت دیگه به هوش میاد. اینجا موندن تو کمکی بهش نمیکنه. بهتر اینجا رو ترک کنید. دوستا تو فکر نمیکنه زنده بمونه. آخرین حرفش این بود میخواست این عکس به شما برسه. کدومتون امید هستین؟ امید منم. این عکس رو میخواست بده به شما. الان چطوره؟ الحمدلله خطر رفع شده، حالش بهترم میشه. اینم پرچمه میگیرم. خوب شد نه؟ عالی. منم که بد جوری طرفدار ایرانم. شب شب فوتبال دیگه، الان همه نیستن پای تلویزیون. بازی بازیه. بریم. صفحه چی حالت خوب نیست؟ چرا؟ توپه توپ. میرامند حرکت میکنه از لبه خط، حالا میترسه به محبت یک جریمه سون کن سریعتر از بقیه تو جفت میکنه. یه بار دیگه بلند میترسن علی دایی، موقعیت برای کریمی. آقا استیتون کجا هست؟ ها؟ بهتر کجا؟ توی دروازه گل برای تیم ایران، یحیی گل محمدی. یه
بسیار خوب برای تیم ایران. بشین. دنبال کی می‌گردی؟ ها؟ آقا متاشتیم. بادیگاردت که رو زمین ولو شده. محسن ما چه گناهی کرده بود؟ ها؟ اون دوستاش یه شب پولدار شد. تو چجوری پولدار شدی؟ بچه‌ها یاجوریو می‌شناسی؟ آقا مهدی حرفت رو بزن. یه زخم زدی. یه دونه خوشگلشو به رفیقت زدم. دفعه بعد یه دونه نانازشو رو ابروت می‌کارم. حله؟ آقا من حله. خیلی دوست داشتم یکی از شاهدان تو بودی. پول قلمبه آخر عاقبتش هم همینه دیگه. آرزو داشتم یه کادر درست حسابی تو عروسی اومی پیش بود. قربونت برم، تو خوبشی برای من بهترین کادوه. ای جونم. دلایل مخالفت شما با ازدواج دخترتون چیه؟ عجب، خیلی جالبه ها. نامه دادین بنده رو احضار فرمودین اینجا که بیام مسائل شخصی و خانوادگیم رو برای شما توضیح بدم. بنده اختیار زندگی خودم هم ندارم. یکم آرومتر آقای اعتمادی، شما اختیاردار زندگی خودتون هستین، ولی بدون دلیل و بدون علت زندگی دو نفر نمیتونی از هم بپاچین. مگه من دیوونم آقای قاضی؟ حتما دلایلی برای خودم دارم. ولی دلایلتون باید بر مبنای عقل، عرف و شرع باشه. در پیگیری های ما این جوون سوء سابقه بدی نداره. آقای اعتمادی، بهتره که شما رضایت بدین. ولی برای ما انشای حکم و تایپون چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه ها. ببین آقای قاضی، حکمی که از قبل تعیین کردین رو تایپ کنید. اما یه حکم دفنم برای من صادر کنید. انصافاً آقای قاضی، اگه خودت دختر داشتی حاضر بودی زوری با یه همچین حکمی بدیش دست یه جوان؟ باشه. حمید جان، بیم کلید رو بده بره. این راش نیست. بیا با مهربونی باش حرف بزنی. اشتباه از من بود که از اول هرچی نگفتن گفتم چشم. خیلی خوب، من حقو به تو میدم، درست. ولی اینم راش نیست که زندانیش بکنه این دختر رو. اتفاقا این کار من از همه کارام درست تره. شما دخالت نکن. ده چشم. آخه ماهو جان بیا عزیز، بیا قربونه شو. ماهو جان دلم میخواد کاری نکنی که پیش در همسایه و فامیل جوابی نداشته باشی. زن من بودین عاشق نشدین؟ چرا؟ ولی احترام پدر و مادرمونم نگه میداشتیم عزیزم. اگه یه راه غلطی هم میگفتن نه نمیگفتیم. چرا اینقدر دیر کردی؟ داشتم نگرانت می شدم. باید از زندان آزاد می شدم. زندان؟ یعنی چی؟ حالا بعدم بهت میگم، بیا بریم تا تعطیل نشه. نه دکتر، بیشتر بزنم؟ صد تا میخواییم. صد تا؟ وسواس گرفتی؟ اصلش که پیش منه. هزار تا دیگه کپی میگیرم. کپی برابر اصلش هم فکر کردم. اون یه جوریش بشه هزار تا دیگه دارم. چی کار میکنی؟ الان پلیس دستگیرمون میکنه. پلیس؟ پدره؟ اون نگیرتم. حمید. بله جان. سلام. سلام.
ماهور هنوز برنگشته. یعنی چی؟ صبح رفت بیرون گفت زود برمیگردم ولی تا حالا نیومده. رفتم تو اتاقش، اتاقشو ریختم به هم، کمدشو گشتم، شناسنامه‌شو با خودش برده. شناسنامه‌شو برد؟ بله. آقای امید راستی؟ بفرمایید. چند لحظه تشریف بیاری پایین. برای بازرسی خونه اومدیم. چه ارتباطی با شما داشته؟ کارمندتون بود؟ نه خیر، معلم دخترم بود، زبان درس میداد، فرانسه. سلام. سلام. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ من مأمور نیروی انتظامی هستم، برای بازرسی خونه اومدیم. بفرمایید. شما نمیفرمایید تو؟ نه خیر، شما بفرمایید، وظیفتون انجام بدید، من هستم اینجا. بسیار خوب، بفرمایید. هر جایی که دوست داری نگاه کنید. ببین پسرم، تو داری واسه خودت دردسر درست میکنی، این راه درستش نیست. من از خودم مطمئنم، شما میتونین بگردین. خیلی خوب، کابینت، یه انباره کوچیکم پایین داریم، میتونی یه توکی پا تشریف بیاریم بگردیم. موردی نیست، بهتره موضوع رو خودتون دوستانه حلش کنید. بفرمایید. آجوری دیگه کدوم خراب شده ایه؟ بازم از من گفتم بود و از شما نشنید. میخوای حرف منو باور کنی یا باور نکنی؟ نگهبان، کسی اینجا نیست؟ بله بله. چی آقا؟ چیه؟ زمین زمان بهم آوردی؟ با کی کار داری اصلا؟ گوش کامی چی میگم؟ بله. می دختر من ها که اسمش ماهوره. بله. بر میداری میاری میدی دست من. بله میرم، با مأمور میام. با خیلی خوب. برو. مریم خانم سلام. سلام. از اصفت گفته بودم هم دردسر برای من درست کردی هم برای خودت. عزیزم باهاش دم دره، گفته اگه نیاد مأمور میارم. خیلی خوب باشه، شما بفرمایید. مرسی. کجا ماهور جان؟ بذار من برم با بابات صحبت کنم. نه مشکل منه، خودم باید حلش کنم. تو فقط یه کاری بکن جونم. به امید بگو من فردا سر قرار میام. باشه عزیزم، مواظب خودت باش. باشه، هیچ اشکالی نداره. افسارتو سپردی مون دل لامصبت، هر کاری که دلت بخواد میکنی. اب نداره، دل دل توی خودتم صاحب اختیارشی. اما از این به بعد نه من پدرتم نه اون مادرت. هر کدوم از فامیلام که بیان سراغتا من اسمی ازشون نمیارم. حمید، میدونه امروز چند تا قرص زیر زبون خوردی؟ چیکار داری با خودت میکنی؟ خانم میداری حرفان بزنم یا نه؟ دارم خفه میشم. ببین ماهور، اگرم جایی شنیدی ما دراز به دراز رو به قبله ما، حق این که بالا سر ما بیای نداری. بهت گفته باشم تموم شد.
دوست داری؟ چیو؟ منو. آبگوشتو میگم دیگه. آبگوشتای مامان منو نخوردی. هر وقت درست میکنه بابام کلی تعریف میکنه. نگرانی؟ نه. ماهور، ما باید تا آخرش بریم. پس بزن قدش. یا علی؟ بزن قدش. ببین امید، من ماهور اعتماد، فرزند حمید، متولد 1364، صادره از تهران به شماره شناسنامه 1462، قسم میخورم که تا آخرین قطره خونم که... دیوونه؟ بس کن دیگه. تو رو خدا امروزمونو خراب نکن. خواهش میکنم. فرصت بدید آقا صفا داماد عزیزمون برامون صحبت بکنه. بفرمایید. خانم ها آقایون، این میوه و شیرینی ها که اینجا میبینین هیچ ربطی به مجوز امید و مار خانم نداره. اینا قراره بعدا انشالله جای شیرینی شام بدن. این میوه و شیرینی مربوط میشه به صدور مجوز کنسرت و کاست بزرگترین خواننده پاپ ایران و جشن نامزدیمون شله. چرا کامل نگفتی صفا جون؟ میترسی ریا باشه؟ ولی من به شماها میگم کنسرت بزرگ بم برای بچه های خوب بم، صفا میخواد به تمام بچه های بم صفا بده. به افتخارش. هیچ فکر میکردی هر دومون مجوزه که این همه دنبالش بودیم تو یه روز بگیری؟ فقط تفلکی محسن چقدر جاش خالیه. محسن هم انشالله حالش خوب میشه، ولی امروز همه به خاطر صفا باید شاد باشیم. بزنیم. این برای دختر احمد دست شما درد کنه. این هم برای پسر. مبارک بشه. مبارک بشه.
ماهور اومده بیرون منتظر. خیلی بده نه؟ تا پای مرگ رفت و برگشت. میخوام ببینمش. ماهور تو معلوم هست میخوای چی کار کنی؟ اگه به فکر پدرت نیستی حداقل به فکر من و مازیار باش. مامان تو دیگه چرا؟ مطمئن باش، مطمئن باش، یا باید ما رو انتخاب کنی یا امید. این حرف دل من نیست، پدرت اینطور از من خواسته. عروس خانم خانواده‌اش تشریف نیاوردن؟ فعلا نه خیر. اگه امکان داری کم عجله کنید، ما سه چهار جای دیگه هم باید سر بزنیم. میدونید که رونق کار ما به این شب عیداست. سلام. سلام. چرا اینقدر دیر کردی؟ ببخشید. امید شرایط منم درک کن، من نمیتونم. خدافظ. مریم. بله. برو با ماهور صحبت کن، شاید تو بتونی. نمیدونم چه تصمیمی داره. رفتنش باشه، من میرم، برام فرقی نمیکنه، ولی تو فکر کنم تأثیری داره رفتن من؟ چرا که نه، امید خیلی تو داره، ما باید کمکش کنیم. برو. باش. با آقای اعتمادی که حرف میزدم همش ازت تعریف میکرد، مخصوصا از تلاشه و اینکه زبان فرانسه رو چقدر خوب و با لهجه صحیحش یاد گرفتی. معلم داشتی؟ مسلمه. مگه میشه آدم چیزی رو بدون استاد یاد بگیره؟ مخصوصا وقتی که استاد جوان و پر انرژی باشه. مهم اینه که وقتی رفتیم کانادا روزای اول هیچ مشکلی نداشته باشی. من نظرم راجع به رفتن به پدرم گفتم. میگم اگه موافق باشی بریم بیرون یه دوری بزنیم، یه قهوه‌ای بخوریم و به قول شماها یه گفتگویی بکنیم. من حرفی ندارم، اما من نظرم راجع به رفتن به پدرم گفتم. ماهر من فکر میکنم خیلی سریع تصمیم نگیر، هنوز چند روز فرصت هست. من میدونم نظرت عوض میشه. ما
میگه چرا اینقدر شکر میریزی؟ تلخ دوست ندارم. اتفاقا قهوه هم مثل بعضی چیزا توی زندگی تلخش کن. حق نکن زش میشی. ببخشید. من یکمی جمعه کرد. حقیقت رو میگم. حقیقت خیلی چیز خوبیه اما تلخه. پس منم میتونم یه حقیقت تلخی رو به شما بگم؟ من هیچ علاقه به شما ندارم. انتظارشو داشتم. از یه دختر جوان که هنوز به اون بلوغ عاطفی نرسیده در حال حاضر بیشتر از این نمیشه توقع داشت. پس جوانه خیلی بده، یعنی حماقت، یعنی بیعقلی. پس چرا شما میخواین ادای جوانه رو در بیارین؟ چرا عکس جوانیتون رو برای من ایمیل میزدین؟ اسپورت میپوشین؟ به موسیقی جوانا گوش میدین؟ حتما مدام کرم ضد لک و ضد چروک میمالین. ولی عوضش من چیزایی دارم که جوانا ندارن. برای من اون چیزا خیلی ارزش نداره. قصر طلا که بخواد حکم قفس رو داشته باشه به چه درد آدم میخوره؟ اشتباه نکن ماهور. منظور من خونه و زندگی اون برای دنیا نبود. من راجع به پول و ثروت و اینجور چیزا حرف نمیزنم. منظور من تجربه است. فکر میکنم درک و فهم آدمی مثل من نسبت به یه جوان بی تجربه خیلی فرق. من بهتر میتونم یه زن رو درک کنم، اونم یه زن جوان و احساساتی مثل تو. چقدر خوب که شما اینطوری هستین. این درک و فهم و به قول خودتون تجربه رو دارین. پس شما میتونین منو درک کنین. میفهمین که دل من یه جای دیگه است. میفهمی که من امید و دوست دارم یعنی چی؟ میفهمی که یه دختر احساساتی وقتی از عشق حرف میزنه آخرش به کجا میرسه؟ چیه؟ چته؟ چه خبرته؟ ترسیدی؟ تو که همیشه برنده بودی. محکم باش، آروم باش، مسلط باش به خودت. یه دختر احساساتی نمیتونه نه تو رو به هم بریزه. اینطوری؟ حمید جان، موبایلت. امروز لازمش ندارم. میری گالری؟ نمیدونم. فکر کن منم مازیارم. یه امروز به مرخصی بدین. یه امروز منو فراموش کنید. مگه میشه؟ من نگرانم. برای خودت، برای این وضعی که پیش اومده. کاش این بچه ها نبودن. من بودم و تو بودی و مهرت. واسه همه تنهایی هم. دسر چی میخوریم؟ به قول شما همه چی به نوبت. اینجا آخر تمام جشن‌ها و مهمونی‌ها فقط غذا خوردنه. پس چرا دنبال زن ایرانی میگردین؟ شما که همه جوریشو دیدین؟ قصد نداشتم ناراحتتون کنم. من 20 سال تو غربت زندگی کردم. به تمام خواسته هم رسیدم. ولی منم دلم میخواد وقتی میام خونه کسی منتظرم. یا کسی که چراغ خونه رو روشن کنه ها؟ ولی هیچ وقت فکر نمی کردم این همه فاصله بین دو راست باشه. ببخشید آقای اعتمادی که مجبورم یکمی رک باهاتون صحبت کنم. من این همه راه رو نیومدم که فقط جسم ماهور رو تسخیر کنم و بردارم ببرم اونور. سخته. خیلی هم سخته. برای حفظ خانواده دل کندن از تنها دخترم. به هر حال همه چی دستشون هست. اگه شما اوکی بدین منم حرفی ندارم. تا
فقط لطف کنی زودتر جواب منو بدی، چون اسممون تو لیست پرواز پس فردا است. دل یه چیزی میگه، اما احساس یه چیز دیگه است. سلام. هیچ وقت گذشته تو فراموش نکن. حالا تو بزن بدیش.